سلام شنبه 6 اردی بهشت 93 26 اپریل 2014 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت می موضوع اول اینکه وزارت اطلاعات دست به تهدید خانواده های زندانیان سیاسی زده برای اینکه از تجمع امروز ساعت ده جلوی دادستانی جلوگیری بکنه یک با حمله به منزل یاشار دار و شفا برادر او کاوه دار و شفا رو بعد از تفتیش منزل دستگیر کردند و با خودشون بردند معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی هم تهدید شده در حالی که یک سال حبس تعزیری هم بالای سر او قرار داره خانواده سعید حائری هم جزو تهدید شدگان از سوی دیگه با وعده های جدی و اینکه حتما رسیدگی میکنن و غیرو سرانجام خواستند که خانواده ها امروز تجمع نداشته باشند که ظاهرا تجمع امروز لغو شده تا ببینند که معموران امنیتی چه میکنن این ماجرا نشون میده وحشت آقایون رو از آنچه که قدرت زندانیان سیاسی قدرت خانواده های اونها و تجمع اونهاست که میتواند گروه های زیادی از مردم رو جلب بکنه هفت نفر از زندانیان رجایی شهر هم در همراهی و پشتیبانی و همدردی با زندانیان بند 350 اوین سرهای خودشون رو تراشیدند. روزنامه یه لیبراسیون فرانسه هم یک گزارشی داده از همین حمله به زندان 350 و کمپین تراشیدن موی سر در همراهی با اونها یازده نفر از زندانیان بند 350 کماکان در انفرادی هستند و از حال اونها بیخبریم در حالی که 33 نفر از زندانیان روی اعتصاب غذا هستند در زندان رجای چرهم تا کنون 19 نفر از زندانیان سیاسی به اعتساب قضا پیوستن در جنوب ایران هم سه تن از زندانیان سیاسی کرد که در تبعید در زندانهای اونجا به سر میبرند دست به سه روز اعتصاب غذا در همراهی و همدلی با زندانیان زندان اوین زد موضوع دوم اینکه بحران اوکراین تبدیل به شاید جدیترین بحران بین شرق و غرب از بعد از بحران موشکی کوبا شده نخست وزیر اوکراین مطرح کرده که دنیا در آستانه شاید یک جنگ سوم قرار گرفته هواپیماهای روسیه به آسمان اوکراین دیروز تجاوز کردند و بیش از چهل هزار نیروی زمینی روسیه هم در نزدیکی مرزهای اوکراین حتی تا مایلی مرز اوکراین مستقر هستند در آخرین ساعات دیروز هم هفت کشور صنعتی تحریم های جدیدی رو مصوب کردند که قرار است صبح دوشنبه اعلام بشه همینطور هفت کشور صنعتی که اتحادیه اروپا هم عضو هشتمی است که در جلسات شرکت میکنه تهدید که دوباره تأکید کردن بر اینکه که الحاق کریمه به روسیه رو به رسمیت نمیشناسند هفته که در پیش هست قرار است خانم مرکل صدر آلمان به امریکا بره و در اونجا بحث اصلی مسئله اوکراین که آلمان یکی از شریک های بزرگ اقتصاد روسیه است بنابراین این ملاقات و تصمیماتی که با آمریکا بگیرند با اهمیت زیاد تلقی میشه موضوع سوم اینکه جلسه ای که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی با مدیران چند, تن از مدیران بانک ها داشته ظاهرا آقای سیف علی رغم وظیفه بانک مرکزی که استقلال از دولته از مدیران بانک ها خواسته که در راستای سیاست های دولت به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند اگر این اتفاق بیفته آنچنان که در دوره احمدی نژاد بود هم بلافاصله فاصله یک بار تورمی خواهد داشت و هم اینکه فساد در بانک ها دوباره شدت خواهد گرفت برای اینکه پول ارزان اون وقت یک نوع رانت محسوب میشه اما مسئله مذاکرات هسته‌ای و سرانجام اون که آیا به رفع تحریم ها ختم میشه یا نه کاملا نشون میده که اسباب دلواپسی آقایون آقای علی لاریجانی که معمولا نگاه به دهان رهبری میکنند این برادران لاریجانی و حرف میزنند در واقع به التماس افتاده و گفته به پنج به اضافه یک به خصوص به کشورهای غربی که همین سه که مونده میشه همه مسائل رو حل و فصل کرد و ایشون عنوان کرده که ایران آمادگی حل کامل مسئله رو داره موضوع چهارم اینکه آقای سردار یدالله جوانی که قبلا معاون سیاسی سپاه بود و الان مشاور آقای سعیدی نماینده ولایت فقیه هست در یک حمله به آقای روحانی گفته بعض برخی ها دنبال حکومت سکولار هستند بعد لابد فکر کرده این برخی ها رو باید خوب بگه که منظورش آقای روحانی است گفته همون هایی که می... که کتخدا رو میبینیم و بلکه لغمنانی جلوشون بندازن که حرف معروف آقای روحانی بود در مورد امریکا فرمانده ی نیروی دریایی سپاه هم عنوان کرده که ماکت ناو هواپیمابر نیمیتس که چندی پیش مطرح شد ایران داره میسازه برای تمرین عملیات علیه ناوهای امریکایی در حالی که اون موقع وقتی سر صداش در اومد ایران گفت که این برای یک فیلم سینمایی داره ساخته میشه کنسول جمهوری اسلامی در مالزی هم خبر داده از اینکه مجموعا 221 ایرانی در زندان مالزی هستند که از این تعداد 86 نفر اونها 8 نفر مرد و شش نفر زن محکوم به اعدام هستند در مالزی مواد مخدر جرم مواد مخدر کیفر اعدام داره به همین دلیل هم ایرانیانی که به این موضوع در شرق آسیا اشتغال دارند در مالزی گاهی با این احکام روبرو میشه موضوع پنجم اینکه آقای روحانی برای بار دوم جزو صد شخصیت اثرگذار سال 2014 انتخاب شده قبلا هم 2013 آقای روحانی بود امسال در این لیست غیر از آقای روحانی آقای اوباما خانم مرکل آقای پوتین ژنرال اسیسی مصر و اسنودن که افشاگر اسناد سی آی بود و همینطور بیانسه خواننده و دیگران قرار دارند اما آقای حسینیان تهدید کرده که فیلم مهمانی زنانه در سعدآباد رو که خانم آقای روحانی برگزار کرده بود رو منتشر خواهد کرد موضوعی که البته بعید آقای حسینیان انجام بده برای اینکه سرصدای زیادی خواهد کرد خیلی خانم هایی که با هجاب هستند و احتمالا در مهمانی زنانه هجاب نداشتند صداشون در خواهد اومد ولی شدت تهدیدات و دشمنی حضرات رو با دولت روحانی نشون میده آقای احمدی نژاد هم عنوان کرده که قصد ورود دوباره به سیاست رو نداره و باز هم تاکید کرده که مشایی یعنی من و من یعنی مشایی البته به نظر نمیرسه آقای احمدی نژاد در این حرف عدم ورودش به صداق... به سیاست صداقت داشته باشه برای اینکه مدتی است اطرافیانش شروع کردن به فعال شدن و تبلیغ برای ایشون اما موضوع آخر اینکه گفته میشه آقای احمدی نژاد یک گزارش جامعه از وضع بحرانی اقتصادی کشور درست کرده برای مقامات عالی که البته منظور آقای خامنه ایست ارسال کرده و راه حل ارائه کرده این درست مثل این نیست که ویروس نسخه پزشکی بنویسه اما آیت الله صبحانی هم از آیت الله های حکومت ساخته فرمودن که باید کاری کرد که سزاریان امر غیر شرعی بشه و همینطور ایشون فرمودند که همه دخترها هم نباید به دانشگاه برند بهتره که به خانداری برسند جناب احمد خاتمی امام جمعه تهران هم فرمودند که درست با همین لفظ من از خواهی میکنم که وقتی اوباما دریوری میگه آقای روحانی باید توی دهنش بزنه و اما آقای پوتین هم از مهمانای خبر آخر ما شدن چون ایشون فرمودن که اینترنت از اولش هم کار سی ای بود که برای جاسوسی اون رو درست کرد اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی